نام خداوند جان و خرد. نزدیک دهان بگیر. با سلام خدمت شما بزرگواران. افقی بگیر. نزدیک دهان. برای بزرگداشت راهبردی چون مهندس امیر انتظام به مناسبت تشییع جنازه در اینجا جمع شدیم. امیر انتظام در میان ما نیست، اما ارزش‌های او باید در میان ما بررسی بشه و در یک چنین اجتماعاتی ببینیم مهندس امیر انتظام برای جامعه امروز ما چه پیامی داره و چه آموزه‌ها و عبرت‌هایی برای نسل جوان امروز و آینده جامعه ما بر جای گذاشته. دوستان، از سوابق مبارزاتی و مسئولیت‌های مهندس امیر انتظام توضیح دادند. همونطور که شنیدید، شخصیت امیر انتظام از همون دوران دانشجویی در دانشکده فنی در کنار زندیات مهندس بازرگان در گفتمان نهضت ملی ایران و راه مصدق شکل گرفت و بعد از کودتای 28 مرداد در نهضت مقاومت ملی فعالانه مشارکت داشت. این دوران همکاری هم شخصیت او را ساخت و هم با زندیات مهندس بازرگان از نزدیک آشنا شد. من از سالهای قبل از انقلاب با مهندس امیر انتظام در زمینه کارهای حرفه‌ای آشنایی داشتم، اما اولین همکاری سیاسی قبل از انقلاب، همونطور که خب در اسناد خوندید، دیپلماسی انقلاب و مذاکره با سفارت آمریکا از اواخر سال 56 در شورای مرکزی نهضت آزادی ایران مطرح شد به عنوان یک راهکار برای کاهش یا رفع حمایت آمریکا از رژیم شاه بود. این مذاکرات از اردیبهشت سال 57 آغاز شد، به طوری که در اسناد منتشر شده ملاحظه می‌کنید عامل مؤثری در زمین سازی انقلاب و کاهش هزینه‌های انقلاب بود. این مذاکرات رو زندیات مهندس بازرگان و زندیات دکتر یدالله صحابی دنبال می‌کردن و بنده هم نقش مترجم رو داشتم. در آذر ماه سال 57 در حالی که خب مسئولیت‌های بنده سنگین شده بود، زندیات مهندس بازرگان مهندس امیر انتظام رو انتخاب کردن که این مذاکرات و دیپلماسی رو دنبال کنن. بنابراین ایشون از آذر ماه 57 و در کنار شورای انقلاب این مذاکرات رو دنبال کردن و در دیپلماسی انقلاب نقش بسیار مؤثر و مفیدی داشتن. با شناختی که مهندس بازرگان از شخصیت مهندس امیر انتظام داشتن، در دولت موقت او رو به عنوان معاون و سخنگو انتخاب کردن. همه به خاطر داریم چه اعتراضاتی حتی از سوی دوستان نزدیک ما به او وارد شد که چرا در شرایط انقلابی مهندس امیر انتظام رو انتخاب کردیم. اما مهندس بازرگان ایستاد، چرا امروز ما بهتر توان مدیریتی و انسان‌شناسی بازرگان رو تشخیص میدیم، چگونه با شخصیت واقعی امیر انتظام آشنا بود و تحت تسلیم جو سیاسی اون روز نشد. این مقاومت چهار دهه مهندس امیر انتظام که به نظر بنده بایستی
او رو نماد مظلومیت در تاریخ معاصر ایران قلمدار بکنیم. نشان داد که مهندس بازرگان شناخت درستی از شخصیت و توان و ظرفیت او داشت. یکی از ویژگی های همین انتظام ایستادگی و مقاومت در مقابل انحرافات به خوبی توضیح دادن. بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، وقتی اون پیشنویس اولیه که در حال در دولت موقت نهایی شده بود و همه مراجع هم تایید کرده بودن و در اون قانون اساسی اصل ولایت فقیه وجود نداشت، در مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل به قانون اساسی اضافه شد و امیر انتظام و دوستانش در دولت موقت این رو یک انحراف در آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران تلقی می‌کردند. این مطالبات تاریخی ملت ایران همونطور که توضیح دادن آزادی، استقلال، حاکمیت ملت، حقوق بشر و عدالت و حاکمیت قانون بود که در حال دولت موقت خودش رو ملزم می‌دید که از آرمان‌های انقلاب که در شعارهای مردم بود دفاع بکنن. خب این زمینه‌ای برای واکنش نسبت به مهندس امین نظام بود. اما در دادگاهی که تشکیل شد، همونطور که توضیح دادن، هم زندیات مهندس بازرگان، هم زندیات دکتر یدالله صحابی، هم زندیات دکتر ابراهیم یزدی دفاع کردند. بنده هم به مناسبت ارتباطاتی که با ایشون داشتم احساس وظیفه کردم در دادگاه حضور پیدا کنم و از ایشون دفاع کنم. من در اون دادگاه تصریح کردم که این دادگاه دادگاه امین انتظام نیست، این دادگاه دادگاه گفتمان بازرگان، صحابی و طالقانی و راه مصدر. رئیس دادگاه مرحوم محمد گیلانی در پاسخ به برخی از سوالاتی که بنده مطرح کردم گفتن که آقای امیر انتظام در مذاکراتشون سفره دلشون رو بیش از اندازه در مذاکرات باز میکردن. بنده توضیح دادم بله، در یک شرایط امنیتی سال 57 من با اسم مستعار در مذاکرات حضور داشتم، اما او در آذر ماه 57 و شورای انقلاب تشکیل شده بود و روش دیپلماسی که داشت چه در ایران در دولت موقت چه در کشورهای اسکاندیناوی طبیعتاً بایستی در مبانی و اصول دیپلماسی عمل می‌کرده. آیا این دلیل بر جاسوسی است؟ در حال در هیچ یک از دادگاه ها هیچ دلیلی بر جاسوسی امیر انتظام مطرح نشد. شهید قدوسی دادستان وقت انقلاب پرونده امیر انتظام رو به خدمت زندیات منس بازرگان رو بردن، گفتن ببینید هیچ اثری از جاسوسی در پرونده اون نیست. سوال اصلی اینه، در حالی که دادستان کل انقلاب چنین شهادت میدن، در حالی که در تمام مذاکرات دادگاه غیر از اون بحثای خاصی که دانشجویان پیروخط امام مطرح کرده بودند که نادرست ترجمه کرده بودند، لغت دیگر رو در واقع برداشت نادرست کرده بودند که خب طبیعی است از شرایط سنی اونها و سطح معلومات سیاسی اونها نشأت می گرفت که امروز بسیاری از اونها هم در حال مختلف هستند. سوال اصل این است که چرا نهایتاً دادگاه که رأی رو برای
زندیات فانس علی انتظام صادر کرد. این سوال کلیدی تاریخی است که بایستی پاسخ داده بشه. تحلیل من به این است که اون جریانی که با این گفتمان راه مصدق و گفتمان بازرگان طالقانی و صحابی موافق نبودن، دنبال این بودن که یک ضربه‌ای به این گفتمان بزنن. تصور اونها این بود که مهندس امیرنظام که آمریکا بوده، چهره شیک، لباس شیک و کروات میزد در شاعت انقلابی، این نقطه ضعف دولت موقت و این گفتمانه. بنابراین با زندان کردن او و بریدن او میتوانن به این گفتمان ضربه بزنن. اما مهندس امیرنظام همونجوری که خودش هم گفته این پیام رو دریافت کرد و این احساس مسئولیت ملی رو داشت که باید در زندان ایستادگی بکنه و این میتوانه برای نسل امروز ما و آینده وقتی انحراف به وجود میاد بایستی در حال ایستادگی کرد. به نظر من این نقش امیرنظام در این مقطع بسیار آموزنده است و امروز نسل جوان ما و ملت ما باید در مقابل انحرافاتی که در مقابل مطالبات تاریخی ملت ایران و آرمانهای اصیل انقلاب وجود آمده همه ایستادگی بکنیم تا راه برای دستیابی به این آرمان ها فراهم بشه. اما در پایان درس دیگری که امیرنظام به ما میدهد اخلاق سیاسی است. او هرگز اهل کینه ورزی نبود. توجه کنید وقتی که او میشنوه که رئیس دادگاهش که اون حکم رو بهش داده در بیمارستان بستری است، به عیادت او میره. این بزرگواری امیرنظام رو میده، این درس اخلاق سیاسی رو به جامعه ما میده که ما در شرایط کنونی نباید اهل کینه ورزی و مشکلات گذشته رو مطرح کنیم. ما باید منافع ملی و تمامیت ارضی ما و این شرایط رو در نظر بگیریم و همواره از منافع فردی خودمون و گروهی خودمون صرف نظر بکنیم و تمام ظرفیت و توان خودمون رو در راستای منافع ملی متمرکز کنیم. من فکر میکنم این درس و این درس های بزرگی است که مهندس امیرنظام به جامعه ما داده. روحش شاد و راهش پر رحمت و باد.